سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 25 ماه میزان سال 1393 هجری خورشیدی و 17 ماه اکتبر سال 2014 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. نگرانی رئیس جمهور غنی از اوضاع زندگی در کابل. زیان 50 میلیون دلاری کابل بانک نو. اراده نیرومند حکومت تازه برای مبارزه با هراس افغانی و تندروی. با تاکید بریتانیا بر پا برجا بودن تحریم ها بر روسیه تا هنگام پایان خشونت ها. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید که کابل شهر برای زندگی کردن نیست و این شهر نمایندگی از پایتخت یک کشور را نمی کند. رئیس جمهور که در همایش با مسئولان نهادهای جامعه مدنی و شهرداری برای چگونگی تعیین شهردار کابل و نظم شهر کابل سخن میزد، تاکید میورزد که وضعیت کنونی کابل ادامه نخواهد یافت. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که قانون شهرداری نیازمندی‌های کنونی شهر کابل را پاسخگو نیست. شریف امیری گزارش می‌دهد. 200 تن از اعضای جامعه مدنی و مسئولان شهرداری دو ساعت برای بهبود نظم شهری در پایتخت و چگونگی گزینش شهردار کابل رایزنی کردند. در اینجا تاکید بر این شده است که کم از کم تا دو سال دیگر شهردار باید انتخابی شود و کابل از این وضعیت نجات داده شود. شهروالی قرن 21 باید یک قسمت صلاحیت‌های واضح داشته باشه تا بتانه وظایف خود در قبال شهروندا به صورت واضح اجرا کنه. یعنی دلتا خبره دی صلاحیت و مسئولیت. خاروالی باید ده صلاحیتونه اولری تی گه ولسی مسئول ساتی. نگرانی دیگر قانون شهرداری است. قانونی که پاسخگوی نیازمندی های قرن 21 نیست. قانون شهروالی میراث دوره امیر امان الله خان است. ضروریات قرن 21 جواب نمید. ما باید وظایف عمده شهروالی کابل تعیین کنیم. خواست دیگر این است که شهردار باید خدمتگار واقعی مردم باشد. ما امپراتوری نمیخواهیم. ما یک شهروالی خدمتگار به مردم میخواهیم. اوزه که باید واضح است در خدمات به چه رقم چیشه. شما گادی و اسب باید با هم ارتباط بدید. اگادی پیش از اسب گذاشته شد، یعنی همه چیز جذب کردین، با سبا پاسخگوییتان به چه شکل میشه؟ آلودگی هوا، پهن بودن کثافات در بخشای از پایتخت، همکاری نکردن مردم برای پاک نگه داشتن شهر از جدیترین چالش هایی هستند که پایتخت را به شدت می آزارد و زندگی را در این شهر دشوار ساخته است. وزارت مالیه خواهان خصوصی سازی بیدرنگ کابل بانک نوست. معین وزارت مالیه میگوید از هنگام که این بانک دولتی شده است نزدیک به 50 میلیون دلار زیان کرده است. این در حال است که هفته پیش وزارت مالیه به دستور رئیس جمهور طرح تازه خصوصی سازی کابل بانک نو را به ریاست جمهوری فرستاد. نهادهای نظارتگر بر فساد میگوید که حکومت باید در خصوصی سازی این بانک خردمندانه عمل کند، نه شتاب زده. کریم امینی گزارش میدهد. کابل بانک که شهره در بانکداری بود پس از حیف و میل شدن دارایی هایش به زانو درآمد. نزدیک به 3 سال پیش هنگامی که این بانک به علت کاهش نقدینگی ورشکست شد، نامش به کابل بانک نو تغییر کرد و بانک مرکزی مدیریت آن را به دست گرفت. از آن هنگام تا کنون نزدیک به 50 میلیون دلار زیان کرده است، پولی که باید از خزانه دولت پرداخته شود. این بانک یک بانک خصوصی بوده، اساساتش برای یک بانک خصوصی هست، باید فعالیت‌هایش مانند تمام بانک‌های تجارتی دیگه باشه. ولی وقتی که ما این بانک تصاحب کردیم، از او زمان الا اکنون بانک مرکزی برای اجازه فعالیت‌های تجارتی نمیده، بنان مصارف ازی بالاتر از درآمدایش است. به این خاطر از روز اول وزارت مالیه و در نظر امیر در نظر داشته که هر چیز زودتر بانک خصوصی شد.
هفته پیش وزارت مالیات طرح خصوصی سازی این بانک را به ریاست جمهوری فرستاد. در این طرح چگونگی شرایط فروش این بانک درج شده است. پیش از این در حکومت حامد کرزی نیز طرح خصوصی سازی کابل بانک نو به شورای وزیران فرستاده شد، اما این طرح از سوی شورای وزیران حکومت پیشین پذیرفته نشد، زیرا خریدار حاضر بود تا این بانک را 8 میلیون دلار بخرد، در حالی که گفته می شود سیستم این بانک نزدیک به 30 میلیون دلار بها دارد و سوی دیگر کابل بانک نو نزدیک به 50 میلیون دلار زیان کرده است و 60 میلیون هم بدهکاری دارد. یعنی حکومت باید در صورت فروش این بانک 110 میلیون دلار به خریدار بپردازد. از همین رو در فروش این بانک باید دقت لازم در نظر گرفته شود. هر کسی که بانک به تصرف خود میاره از دولت تقاضا میکنه تا این پول برش پرداخته شود. موضوع دیگهش موضوع معزله پرداخت حقوق و معاشات افراد و مقامات اردو و پلیس است که در این صورت نظر به لزوم دید دولت شاید به یک بانک ملی دیگه انتقال بکنه. این مشکلات را باید مد نظر بگیرن. رئیس جمهور غنی نخستین گامش را در مبارزه با فساد اداری با بازگشایی پرونده بحران کابل بانک برداشت. کارهایی هم به پیش رفتند. اکنون دیده شود که رئیس جمهور در یکونی ماهی که برای بستن این پرونده مهلت گذاشته است خواهد توانست تا پرونده جنجالی کابل بانک را ببندد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که حکومت تازه اراده نیرومند برای مبارزه در برابر هراس افغانی و تندروی دارد. سخنگوی این ریاست میگوید که با دستگیری و کشته شدن سران گروه های هراس افغان در یک هفته اخیر ضربه محکمه به این گروه ها وارد شده. در همین حال برخی از نمایندگان مجلس میگویند که رئیس جمهور برای دست گرفتن یک سیاست مشخص در برابر مخالفان مسلح از افزایش تلفات نظامیان کشور باید جلوگیری کند. عازم آرش گزارش می دهد. از میان برداشتن و دستگیری سران گروه های هراس افغان چون گروه حقانی و جندلا در یک هفته پرکار نیروهای امنیت ملی در کشور صورت گرفتند. دیده می شود که صحبت های رئیس جمهور درباره مبارزه با قاتلان نیروهای امنیتی افغان روحیه نظامی پوشان کشور را تقویت کرده است. معلوم دار است که زمانی که ما از طرف زعامت سیاسی خود تشویق می شیم و اونا اینمی باعث میشه که عساکر ما در میدان نبرد، در صحنه نبرد باعث ازدیاد مورال از اینا و تقویه مورال از اینا میشه. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که گروه های هراس افغان چون حقانی و جندلا گروه های خوناشامیان و همواره این گروه ها از سوی نیروهای امنیتی افغان ضربه دیدن. زمانی که یک ضربه به چنین محکمی و به چنین اهمیت با بدنه از اونا، با پیکرشان، با رهبری از اونا وارد میشه، تاثیرات مستقیم ای اختلال رهبری از اینا بالای سطوح میانهشان و حتی بالای جنگجویانشان در میدان نبرد میشه. این ریاست میگوید که دستگیری انس حقانی که بیشتر به کشورهای خلیج سفر میکرد و از شیخهای عرب برای ادامه حمله های انتحاری پول جمع‌آوری میکرد میتواند گروه حقانی را با مشکلات جدی مالی روبرو بسازد. نمایندگان مجلس کارکرد نظامیان هر کشور را به اراده محکم رهبری آن کشور پیوند میدهند. کم رهبران چې ټینګیږي یا په جنگ کې په عملیاتو کې مړه کیږي اتمن مثبت تاثیرات لري، خو یو خواته که چیرې موږ د دوی سرچینه د جنگ ختم نسی او یو اساسي عمده امنیت په افغانستان کې رانول سي، کېدای سي دا جنگ ته د پای ټکی کښېنږدي، کېدای سي دا جنگ نورم دوام وکړي. قبلا شما در جریان هستین که حتی متاسفانه کسایی که عملات شبانه داشتن اونا را تا به جایی که اونا از نو تقدیر شون، اونا متاسفانه خودشان زندان شده بودن و ما امیدوار هستیم و آرزوی زیرا داریم که دولت جدید و باید قدر ارگانای امنیتی ما را بدانه. انس حقانی برادر ناسکه سراج الدین حقانی در عمده ترین تصمیم های استراتژیک شبکه حقانی دخیل بود. حافظ رشید مسئولیت تعیین اهداف و تهیه تجهیزات را برای انتحار کنندگانی که به افغانستان می آمدند بر عهده داشت. در همین حال ملا شمس الدین مشهور به قاری زبیر رهبر شبکه جندلا روز گذشته در یک حمله هوایی در ولسوالی اشکمش تخار کشته شد. طالبان جنرال احمد خان مرغابی یک فرمانده سرشناس مسلح غیر مسئول را در ولایت غور
کشند. والی غور میگوید که احمد خان مرغابی پس از چاشه امروز در نزدیک خانه اش از سوی طالبان آماج تیراندازی قرار گرفت. به گفته والی غور این فرمانده صدها تفنگدار غیر مسئول را رهبری میکرد و با طالبان نیز نزدیک بود. تا کنون علت کشته شدن احمد خان مرغابی روشن نشده. شمار از باشندگان ولایت غور از بهر کمبود دارو و درمانگاه ها دست به اعتراض زدند. این باشندگان که از 9 ولسوالی غور در مرکز این ولایت گرد آمدند میگویند چندین ماه می شود که در درمانگاه ها و شفاخانه ولایتی دارو وجود ندارد و پزشکان حاضر به وظایفشان نمی شوند. حق ماست. صحت حق ماست. کسانی که بودجه را ایف میل می کنند. این صداهای شما را از باشندگان ولایت غور است که از بهر کمبود دارو در درمانگاه ها و شفاخانه ولایتی این ولایت بلند شده است. این باشندگان میگویند موسسه ACTD یا مرکز آموزشی و انکشافی برای افغانستان که مسئولیت خدمات صحی را در 9 ولسوالی این ولایت بر عهده دارد، مطابق با قرارداد با وزارت صحت عامه رفتار نمی کند. اینان از وزارت صحت عامه خواهان رسیدگی جدی و مشکلاتشان هستند. مؤسسه که نو وایدی اداری غور تحت پوشش خدمات صحی داره و قرارداد کرده با بانک جهانی و پول انگفت را از طرف دریافت میکنه، ولی متاسفانه موها میشه که در تمام کلینیک های ولایت غور دوا وجود نداره، در حالی که ما رو به زمستان میریم و اکثر راه ها مسدود میشه. وزارت صحت عامه مؤسسه که قرارداد کرده با اینا جدی بگیره تا اینا دوار به رسالت صحت عامه ولایت غور بفرستن و مشکلات مردم از ولسوالی حل بشه. در این حال مقام های محلی غور کمبود دارو را در مراکز صحی این ولایت میپذیرند. نزدیک به 40 روز است که ادویه واقعا کمبود است. تعداد بسیار اقلام اساسی ادویه وجود نداره. و حالی هم انتظار ما هستن که قبل از اینکه هوا سرد شوه اینا مطابق متعهدات اولی که انجام داده باید سراسر کلینیک ها و پایگاه های صحی را اکمال بکنه و آماده شوه، در حالی که فعلا این آمادگی این مؤسسه محترم نداره. این باشندگان می افزایند در فصل سرما به نسبت دشوار گذر بودن راه ها مجبور هستند خانه یا اموالشان را بفروشند و برای تداوی مریضانشان به کابل یا پاکستان بروند. به زودی یک عملیات گسترده برای پاکسازی ولسوالی سنگین از وجود مخالفان مصالح دولت و نیز فراهمسازی زمینه برگشت باشندگان سنگین به خانه هایشان راه اندازی خواهد شد. فرمانده پلیس هلمند میگوید که طالبان داخلی و خارجی در این ولایت در حال شکست خوردن هستند. در همین حال شمار دیگر از فرماندهان پلیس در ولایت های گوناگون میگویند که اوضاع امنیتی نسبت به چند روز پیش در سراسر کشور بهبود یافته. عازم آرش گزارش می‌دهد. سنگین نشینان پس از روزها دوری از خانه هایشان به زودی دوباره به سنگین برخواهند گشت. فرمانده پلیس المند میگوید که به زودی عملیات گسترده در المند راه اندازی خواهد شد. پیش از این مقام های المند گفتند که نیروهای خارجی در این عملیات پشتیبانی هوایی خواهند کرد. ما در سنگین عملیات وسیر شروع بکنیم و پیگیری بکنیم عملیات انشاءالله تا به مردم سنگین زمینه امنیت دائمی در اونجا به وجود بیاید. در روزهای اخیر نظامیان افغان نبردهای سنگین را در بخش‌های گوناگون کشور آزمودند، اما اکنون فرماندهان پلیس از بهبود اوضاع امنیتی در کشور سخن میگویند و تاکید می‌ورزند که طالبان داخلی و خارجی در برابر نظامیان افغان شکست خورده‌اند. موج اند تیرو یو کالیا شپږ میاشتو را په دې خوا دښمن ته سخت گزارونه ورکړي دي. دښمن ډېر اهداف درلوده چې ځینې ولسوالۍ تسخیر کړي، ځینې کلي ونیسي، خو ونه توانېدی. فرمانده پلیس غزنی نیز از بهتر شدن اوضاع امنیتی در بخشای این ولایت سخن میگوید. پنجابیا و دیگر نوکرای پنجابیا کوشش میکنند که همین افتخاری که مردم افغانستان در خصوصا مردم غزنی همین جناهمون باشه و ایره بگیرند که او کار کده نمیتانند. کندوز و کندوزیان نیز روزهای دشوار را پشت سر گذاشتندند. حتی طالبان در چند میتین ولایت نزدیک شده بودند. اکنون فرمانده پلیس این ولایت میگوید که هنوز هم کندوزیان با تهدیدهای امنیتی روبرو هستند، اما از بهتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت خوشبین است. پلان های عملیاتی بسیار خوبی را در دست گرفتیم که باقی مانده ساحاتی که در اونجا و حضور دارند در پاکسازی از او اقدام کنیم. و این چالش های جدی فعلا در ولایت کندوز
موجود نیست. پس از تامین امنیتی دو دور انتخابات ریاست جمهوری، نظامیان افغان بیشتر سرگرم نبردهای سنگین و مهار کردن حمله های گروهی مخالفان مسلح دولت در بخش های گوناگون کشور بودند. اکنون فرماندهان پلیس از بهتر شدن اوضاع امنیتی و دور راندن مخالفان از بخش های نارام کشور سخن میگویند. اکنون دیده شود که نارامش در بخش های کشور پایدار خواهد بود. ادامه خبرها. نخست وزیر بریتانیا هشدار می‌دهد تا هنگامی که برای پایان دادن به خشونت‌ها در اوکراین روسیه گام‌های عملی بر ندارد، تحریم‌های اتحادیه اروپا بر این کشور پا بر جا خواهند بود. دیوید کامرون می‌گوید که روسیه باید سربازانش را از اوکراین بیرون کند و به خواست اتحادیه اروپا پاسخ مثبت بدهد. در همین حال رئیس جمهور روسیه و رهبران اتحادیه اروپا گفتگوهای امروزیشان را در شهر میلان برای پیدا کردن یک راه حل به بحران کنونی اوکراین مثبت می‌دانند، اما می‌گویند که این یک کار دشوار است. دهمین نشست آسیا اروپا در شهر میلان ایتالیا. در این نشست رهبران بیش از 50 کشور آسیا و اروپا گرد هم آمدند تا برای بحران کنونی در اوکراین یک راه حل پیدا کنند. در همین حال نخست وزیر ایتالیا گفتگوهای روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا و رئیس جمهور روسیه را برای پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین مثبت می‌داند، اما می‌گوید که هنوز هم اختلاف‌های زیاده پابرجا هستند. در این نشست دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از روسیه خواست تا برای پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین گام‌های عملی بردارد. در غیر آن تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مسکو برداشتن نخواهند شد. سربازان روس باید از اوکراین بیرون شوند. جنگ افزارهای سنگین روسیه باید از اوکراین بیرون کشیده شوند. روسیه باید به تمامی توافقهای انجام شده ارج بگذارد. اگر این کارها انجام نشوند، این روشن است که اتحادیه اروپا به شمول بریتانیا تحریم‌های وضع شده را بر روسیه بر نخواهد داشت. این نشست در حال برگزار شده است که حکومت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در ماه گذشته میلادی به یک آتش‌بس به توافق رسیدند، اما اکنون هر دو یکدیگر را به نقض این آتش‌بس متهم می‌کنند. جدایی طلبان شهرهای لوهانسک و دنسک اوکراین را اداره می کنند، اما نبرد آنان که از ماه اپریل به این سو در بخشهای شرقی اوکراین ادامه داشتند تا کنون بیش از 3600 کشته بر جا گذاشتند. و یک فرمانده بلندپایه نظامی ایران هشدار می دهد که اگر پاکستان از اقدام برای امن ساختن مرزهایش با ایران خودداری کند، نظامیان ایرانی برای امن ساختن مرزهای پاکستان دست به کار خواهند شد. حسین سلامی می گوید که سپاه پاسداران ایران اجازه نخواهد داد تا هراس افغانان از مرزهای پاکستان وارد این کشور شوند. با این هم چند خبر اقتصادی. گذرگاه سالنگ احتمالاً در زمستان امسال با دشواری‌های بیشتر روبرو خواهد بود. شمار از رانندگان شاهراه کابل شمال می‌گویند که تونل سالنگ و جاده‌های آن در وضعیت بسیار بد قرار دارند و اگر حکومت برای بازسازی آن اقدام نکند، احتمال دارد که در زمستان امسال این گذرگاه برای ترافیک مسدود شود. در همین حال معاون رئیس اجرایی که وضعیت گذرگاه سالنگ را از نزدیک بررسی کرده است میگوید که حکومت امسال هیچ کار برای بازسازی اساسی این تونل و شاهراه انجام داده نمیتواند. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. گذرگاه سالنگ یکی از پروژه های بزرگ کشور است که هر سال دو بار بازسازی می شود. چند ماه پیش وزارت فواید عامه از بازسازی زود هنگام شاهراه سالنگ که بیش از حد تخریب شده است سخن گفت. اما اکنون مسئولان حکومتی می گویند که تلاش دارند تا این راه را امسال تنها باز نگه دارند و کار بازسازی اساسی آن سال آینده آغاز خواهند شد. از نزدیک ببینیم امکاناتی که در سالنگ است، کارایی که توسط مازفین سالنگ ها و وزارت فواید عامه صورت گرفته، تا پیش بین باشیم برای زمستان سال آینده. برای تریمات ما نمیتونیم خود بازی بتیم و یک پروژه بزرگ باید تره شود که باید تره کار کردیم.
و اینا را شما پولی از بودجه دولت ناممکن است. دولت افغانستان امکانات پولیش به این حد نیست که ما 100 میلیون در یک پروژه مصرف کنیم. اما شماره از رانندگان شهرهای شمال کشور با نگرانی از مسدود شدن گذرگاه سالنگ در زمستان امسال وضعیت این راه را بدتر از پیش میگوید. راه سالنگ خامه سرکاش کیر نشده، کیر هم که شده است کیر مثل که کاغل واره باشه، کاغل نمی بارش که میزنه او میاد کلش هم میبره. زمستان خوب یخی پند میشه بره، جه گزارش نیست که کبوتر بنا بیاید، وسایتش کار نمیکنه، یک دقیقه راه واز از 300 بند است. اما وزارت فواید آمه میگوید که تونل سالنگ در سالهای جنگ صدمه زیاد دیده است و با هزینه کم بازسازی نمیشه. سالنگ او میبره، سالنگ انفجارات شده، سالنگ یک سلسله تخریبات داخلی داره. اینا کرگیش به پروژه‌سازی دقیق و به سرمایه‌گذاری دقیق کار می‌کنه. هیچ ما توافق نامه را برای هیچ کسی گارانتی که دارم که سالنگ به صورت نرمال کار بکنه. این در حالی است که گذرگاه سالنگ در چند سال اخیر بیش از 4 بار بازسازی شده است. اما گفته می‌شود به سبب کیفیت پایین کار ساختمانی این شاهراه هر بار با گذشت زمان اندک از بازسازی آن بدتر از پیش تخریب شده است. وزارت فواید آمه می‌گوید که برای بازسازی اساسی شاهراه سالنگ به 100 میلیون دلار نیاز است و بانک جهانی علاقه‌مند است تا این پروژه را تمویل کند. با عرض سلام. برای نخستین بار رقابت‌های شنا در ولایت بلخ برگزار شدند. در این رقابت‌ها بیش از 20 ورزشکار حضور داشتند. رئیس فدراسیون شنا میگوید 7 چهره برتر رقابت‌ها از میان ورزشکاران برای حضور در تیم منتخب شنای ولایت بلخ برگزیده شدند. شناگران ولایت بلخ برای راهیابی به تیم ملی شنای افغانستان با یکدیگر به رقابت پرداختند. امیدوار هستیم در ختم مسابقات با حداقل 10 نفر بهترین چهره ها را در سطح شنای ولایت بلخ انتخاب کنیم. خیلی مسابقه بر ما مفید تمام میشه. امکانات نیست. استاد امام بشاره اونم قمه کنه که ما را نمیده به خاطر آمادگی مسابقه تمرین میده. پیش از این نیز رقابت های انتخاباتی شنا در هرات نیز برگزار شده بود و چهره های برتر به تیم منتخب هرات راه یافتند. کار ساخت یک ورزشگاه بین‌المللی کرکت در ولایت خوست آغاز شد. والی خوست میگوید این ورزشگاه بر گستره 25 جریب زمین و با کمک مالی 42 میلیون افغانی آلمان ساخته خواهد شد. در این حال رئیس اجرایی کرکت بورد میگوید با ساخت این ورزشگاه زمینه برگزاری رقابت‌های ملی و بین‌المللی در این ولایت فراهم خواهد شد. گفته می‌شود که کار ساخت این ورزشگاه 11 ماه را در بر خواهد گرفت. کارت سفید هم به بازی فوتبال اضافه خواهد شد. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا از معرفی قانون جدید به فوتبال حمایت کرد که به داوران این اجازه را میدهد تا یک بازیکن را به مدت 10 دقیقه زمین اخراج کند. داوران در بازی فوتبال می توانند به خطاهایی که کمتر از کارت سرخ جریمه دارد کارت سفید نشان بدهند و بازیکن را به مدت 10 دقیقه از بازی اخراج کنند. این قانون به تازگی معرفی شده است و تاکنون اعضای فیفا برای تایید این قانون گام بر نداشتند. تمامی تکت‌های الکلاسیکو در مدت 20 دقیقه به فروش رسید. رئال مادرید و بارسلونا 8 روز دیگر در دور رفتشان در لالیگا باید در ورزشگاه سانتیاگو برنابو شهر مادرید برابر هم به میدان بروند. روزنامه مارکا نگاشته است که تمام تکت‌های سانتیاگو برنابو در مدت 20 دقیقه از طریق اینترنت به فروش رفت. 84,000 نفر بازی الکلاسیکو را از نزدیک تماشا خواهند کرد و میلیون‌ها نفر از طریق تلویزیون‌ها. برنامه های دیگر تلو نیوز را هم دنبال کنید. وقت بخیر.